خب دوستان عزیز، میبینیم که هر لحظه کاندیداهای مختلفی دارن زمزمه میکنن که برای ریاست جمهوری 1400 میخوان پا به میدون بذارن. بعضی خودشونو دارن یه جورایی مسخره میکنن. شنیدم آقای رضایی میخواد بیاد دیگه، چند دوره میخوای بیای؟ ببین شما انتخابات گفتم بازی پیچیده ایه، کسی که چند دوره بیاد دیگه برای من اصلا یه جوری عجیبه. آقای قالیباف هم چند دوره اومده، خب اینا چیزای عجیبیه. کسی که میاد و شکست میخوره دیگه نباید وارد، حالا مگه که استثنایی باشه کسی شکست خورده دوباره توی انتخابات بیاد و پیروز بشه. و اصلا من نمیفهمم، حالا یکی از اینا رو خیلی آره نمیفهمم، یکی از اینا مسئول پزشکیانه، تصویرشو میبینید، یه آدمیه که خیلی جالبه، واقعا آدم جالبیه. و رسما هم بگم، من خیلی صراحتا میگم، یک وطن فروشه، کسی که فراکسیون زبان ترکی رو تو مجلس داشت مهندسی میکرد، این نمیتونه وطن پرست باشه. کسی که مدافع برجامه نمیتونه وطن پرست باشه. این همون فردیه که یه جمله‌ای گفته بود که آقا جان، بعدم پیچون گفت من این جمله رو به این شکل نگفتم، تحریف شده، تقلیل دادن، بخش تقطیع کردن و این جمله من نبوده. گفته بود که آقا جان من ترکم و به خاطری که ترکم جایی تو حکومت ندارم. ابتدا به ساکن جواب اینش، حتی اینو دو سال پیش گفته بود، نزدیک یک سال و نیم پیش، الانم اومده خوش کاندید ریاست جمهوری کرده. آقای مسئول پزشکیان که خیلی جالبه، بسیار منتقد جمهوری اسلامیه، هر جا میشینه نقدهای جدی داره میکنه به جمهوری اسلامی. من معذرت میخوام آقای مسئول پزشکیان که ماها مسئول بر حال بخش های مختلف جمهوری اسلامی بودیم، حق شما رو خوردیم. منتها شما به عنوان یک ترک که میگی که اولا ما ترک تو ایران نداریم، اینو صراحتا بگم، همسر خودم هم مال خطه تبریزه، ولی ما ترک تو ایران نداریم، آذری داریم. و خیلی جالبه، حالا خودتون رو ترک پندارید بحثی ندارم، دوست داری حالا ما میگیم شما فرزند کوروش و داریوش و زرتشتی، شما اصرار داری فرزند آتیلا و چنگیز و مغولی، خودتون میدونید، اون دیگه من بحثی ندارم دیگه، اون دیگه میگن خلایق هر چه لایق، خودتون اگه دوست دارید یه بحث دیگه. من متأ همسرم هم به مانند شما مال تبریزه، خودشو فرزند کوروش و داریوش میدونه، خودشو فرزند آتیلا و چنگیز و اینا نمیدونه. بگذاریم، شما که میگی من ترکم و جایگاهی در حاکمیت و جمهوری اسلامی نداشتم به خاطری که ترکم، و یک دروغی رو مطرح میکنن خیلی ها، اینه که جمهوری اسلامی رو میخوان تبعیضی که وجود داره رو بگن تبعیض قومیتی. اصلا چیزی به عنوان تبعیض قومیتی ما در جمهوری اسلامی نداریم، هر کسی مال هر قومیتی باشه در تمام جای حکومت جایی داره. میتونیم یه خورده بحث کنیم آیا تبعیض جنسیتی یا تبعیض مذهبی داریم یا نداریم، که اونجا میتونیم وارد گفتگو بشیم، ولی اصلا اساسا چیزی به عنوان تبعیض قومیتی در جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره، اونم به خصوص برای شما آقای پزشکیان، شمایی که فقط 4 سال وزیر بودی تو حکومتی که چون ترکی به قول خودت اجازه نمیدن جایگاهی داشته باشی، 4 سال وزیر بودی، 12 سال نماینده مجلس بودی، 4 سال نایب رئیس مجلس بودی، 4 سال رئیس دانشگاه علوم پزشکی بودی، و همیشه هم در طول این 40 سال نفوذ داشته در سطوح بالای جمهوری اسلامی به واسطه شغلایی که داری. بالاخره کسی که وزیر بوده نفوذ داره دیگه، نفوذ داره در بدن این نظام. حالا هم که قربونتون برم، میخوای خودتون رو کاندید کنید رئیس جمهور بشی؟ ببخشید واقعا شما هیچ جایگاهی ندارید در حکومت جمهوری اسلامی های پزشکیان. هرچند هر حکومت دیگری بود، کسانی که بیان فراکسیون را بندازن برای زبان قومیتی، اقلیت قومیتی و اینا بخوان را بندازن، جریان تجزیه طلبی رو ببرن جلو، به واسطه خیانت به وطن بارها بر محاکمه میشدن. وقتی که شماها رو محاکمه نمیکنن به جرم خیانت، تحت تعقیب قضایی قرار نمیدن، نه تنها این کارو نمیکنن، بهتون پست و مقام میدن در حد وزارت. 4 سال شما 4 دوره فقط وزیر بودی، بله 4 سال باشه، 4 سال وزیر بودی، میگم 4 دوره، 4 سال وزیر بودی، در حد وزارت شما رو میتونید نفوذ بکنید و پست داشته باشی و بیای صحبت‌های قومیتی بکنی در کنار یک دیوانه مثل نادر قاضی پور بود دیگه، نادر قاضی پور، یا دیگه قاضی پور بود فکر میکنم، همون که خیلی شدیداً وحشتناک بود. خیلی جالب، این آقای پزشکیان، ایشون اصلاح طلب، اون نادر قاضی پور هم که اصولگرا بود، با همدیگه متحد شده بودن
پروپاگاندا میکنن که آقا ما باید تلویزیون سراسری ترک داشته باشیم تو سرزمین اهورایی ایران، میخوان زبانی رو داشته باشن که به ما تهاجم هم کرده، چون زبان ترکی زبانی نبوده که به خاص مردم خطه آذربایجان تکلم بشه، این زبان به زور تجاوز و جنایت وارد خطه آذربایجان شده. زبان مادری مردم آذربایجان ترکی نیستش که، این ترکی تحمیل شده، به ویژه یک بخشش در جنگ چالدونان و قبل از اون، این زبان تحمیل شده به آب و خاک ما. و خیلی برام جالبه این افراد میتونن پست و مقام این جمهوری اسلامی در نهایت، خب اپوزیسیون که کبریت بی خطر هم که دیگه کبریت بی خطر بازی کاری میکنه، اپوزیسیون جمهوری اسلامی که دیگه کبریت بی خطر هم نیست، میبینید دیگه اینا اصلا آشلاشن. حالا ما میپردازیم به خاطر اینکه مثل مگس ویز ویز میکنن و ذهن جوانان ما را خراب میکنن، برای همین در این حوزه ما مثلا جلوی اینا وایستادیم و برنامه میسازیم. ولی احساس خطر جدی که ما از این اپوزیسیون پلش نمیکنیم که، احساس خطر جدی در دو حوزه است. یکی بحثای حالا فرقه سازی های مذهبی در سیستان بلوچستان و غیره و اینا و گسترش جمعیت سنی و در کنارش انحراف بخشی از شیعیان به مانند فرقه شیرازیه که دارن کار میکنن دیگه. شما دیدید تو این 1400 سال مثلا به حرم حضرت معصومه تو قم کسی مثلا نیامده بود، حتی در دوران رضا شاه قبل از اون اینا هیچکی نیامده بود مثلا بی احترامی کنه. تهش هم همین جریان شیعه انحرافی فرقه شیرازیه رفتن در حضرت معصومه هم شکوندن دیگه، بیرون گفتمان مذهبی من دارم تحلیل میکنم دارم میگم. یکی از این جریانات مذهبی ضربه خواهد خورد آخرش جمهوری اسلامی، یکی جریانات گسترده تر شدن جریانات وهابی که در پوشش برحال سنی دارن این کار رو میکنن، در پوشش سنی دارن وهابیت رو گسترش میدن، یکی هم شیعه انحرافی به مانند مثلا فرقه شیرازیه. بخش دومی که جمهوری اسلامی خطر فروپاشی داره در آینده حالا دور، این باید شما همیشه باید آسیب شناسی کنی، بخش دوم جریانات قومگران که نفوذ کردن در بدن. ببین شما، ما دو مدل جریان قومگرا داریم، یه مدل جریان قومگرا داریم که اینا علنا دارن با کلیت نظام مبارزه میکنن دیگه، مثل کموله، مثلا حزب دموکرات ایران یا غیر ایران، چون الان 10 تا شاخه شده حزب دموکرات. بزنم به تخته که این عزیزان بخش کردستان ما هم که انقدر میگن که ما کردیم و اینا، انقدر که اینا با هم دیگه هم عاشق هم دیگن، انقدر هم دیگه رو دوست دارن که هر یک عزیز فعال کرد پان کردیست یک دونه حزب داره. یعنی شما الان برید تو همون خطه کردستان با ده ها حزب تجزیه طلب مواجه میشید. در قسمت جنوب هم که جریاناتی مثل انزال و جریانات الاهواز و اینا هستن، در سیستان و بلوچستان و جای دیگه هم بالاخره کم و بیش ما جریانات تجزیه طلب و تحرکات تجزیه طلبی رو داریم میبینیم. اینا باز کبریت بی خطرن، چون این تجزیه طلبایی که علنی هستن ما تو سرشون میزنیم. الان همین بخشایی که مسلح هستن در کردستان، اینا رو ما یه کاری کردیم از دوران شاه، بز کوهی شدن. یعنی اینا فقط تو کوه مثل بز راه میدن، اینا هر چند وقت یه بار ناجوان مردانه یک سرباز لب مرزی که اومده 2 سال خدمت کنه بعد بره با کارت پایان خدمتش ازدواج کنه کار کنه، اینا میزنن اون سربازو میکشن، بعد افتخار میکنن که دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن. یه آدمای بی شرافتی ان که تهش فقط میتونن چند تا سرباز لب مرز رو بکشن. احساس خطر از اینا نیست، احساس خطر جدی مسئول پزشکیانه. این جریان قومگرایی که در بدنه نظام رخنه کرده، یادتون باشه کسی که در علنی داره فوش میده که این که اوکیه، اونی که رخنه میکنه خیلی خطرناکه. مسعود پزشکیان، حالا خیلی جالبه، بخشی از این حزب اللهیا که خیلی نگران من هستن، نفوذ کلام ما هستن، آقا من قرار نیست ایران بیام که، دارم برنامه میسازم، از چی میترسی؟ از این بترس که تو بدنه نظامه، الان هم میخواد بیاد کاندید ریاست جمهوری بشه، از اینا بترس، تو بدنه نظام دارن گفتمان تجزیه طلبی و قومگرایی رو میبرن جلو. و میگه قومگرایی در وهله اول، قبل از اینکه واقعا جرم باشه و در هر کشوری جرم قومگرایی، به ویژه در اسپانیایی که من زندگی میکنم جز جرمای خیلی سنگینه، الان دیدی یه شاعری بود توی بارسلونا وبلاگ نویس بود شعر میگفت، اومدن گرفتن، رفته بود پنهان شده بود تو دانشگاه، رفتن گرفتن از تو دانشگاه درش آوردن و بازداشتش کردن، خیلی سر صدا شده توی اسپانیا، خیلی جالب بود. اینجا که جزایر قناری من
چند شب پیش توی محله‌ای بودم به نام سان فرناندو، بعد اینم رو دیوار یه چیز خیلی بزرگی نوشتم، بخوام از دور گفتم تو ماشین بودی، گفتم این یه چیزی یا داستان یا یه شعاره، اومدیم جلو اسم این شاعر رو نوشته بودم و نوشته بودن که باید آزاد گردد، گفتم به 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 عاشقتونم. یاد جنبش سبز افتادم که میگفتن مثلا زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اینجا هم از این شعارا رو در دیوار می‌نویسن. بزرگ اومده بودم، فکر کن جزیره قناری که همه دارن اشغال میکنن، تو محله سان فرناندو مثلا دیدم که شعار نمیشن، میخواستم عکس بگیرم اینا، منتها پشتم دو سه تا ماشین بود، اینا دیگه فرصت نشد که تو ماشین داشتیم با سرعت میرفتیم، فرصت نشد که عکس بگیرم. حالا میرم بعدن دوباره اگه ببینم شعار باقی مونده باشه، به قول معروف میگفتن ننگ با رنگ پاک نمیشه، اگر رنگ نکرده باشن عکس میگیرم ببینید. خب پس جرم تجزیه طلبی در همه دنیا یک جرم نابخشودنیه، ولی شما در ایران جریان تجزیه طلب خجالتی در بدنه حکومتن، 4 سال وزیر، 12 سال نماینده مجلسه، الان هم که میخواد کاندید بشه، بعد تهش هم ببین چقدر پرروه، میگه من چون ترکم در حاکمیت جایی ندارم. پس قومگرایی قبل از اینکه جرم باشه، داشتم اینو میگفتم، قبل از اینکه جرم باشه یک بیماریست، بیماریست که دائم باید توهم داشته باشی، دروغ بگی، با وقاحت هم دروغ بگی. آقای مسئول پزشکیان فرد خطرناکیه، من دارم بهتون میگم این افراد، من نمیگم بگیرید بندازید زندان ها، اصلا من اعتقاد شدید به آزادی بیان دارم، خیلی شدید اعتقاد به آزادی بیان دارم، من نمیگم اینو بندازید زندان، اینها باید زیبا کلامیشون کرد، زیبا کلامیشون کرد، تایزاده بودنش باید تایزاده ای کرد، یعنی مدل فرمی که ما از زیبا کلام و تایزاده در آوردیم چه مدلیه؟ مثل افرادی که پاشون لبه گور هرس میخورن همینجوری قور میزنن، اینا فقط تو رسانه دارن قور میزنن، هیچ مسئولیت اجرایی و قدرت تصمیم گیری حتی در مسائل جزئی رو نباید در حاکمیت داشته باشن، اینا نباید در بدنه حاکمیت حتی اندازه برداشتن یک خودکار تأثیر بتونن بزنن، فقط باید اجازه داشته باشن در اینستاگرام هر چقدر دل تنگشان میخواهد مزخرف بگن. اگه ما اعتقاد داریم استدلال و منطقمون قویه، چرا میترسیم پس زیبا کلام و تایزاده حرف بزنن؟ حرف بزنن با استدلال و منطقمون در اینستاگرام و در فضای مجازی، در رسانه‌های جریان شبکه‌های اجتماعی، اینها رو بالاخره ما قورتشون میدیم، هر چقدر اینا مسلح باشن به رسانه‌های جریان اصلی بی بی سی و من، بی بی سی و من و تو رو دیگه کی بخواد جدی بگیره؟ نگاه میکنن کسی جدی نمیگیره، علاوه منطق و استدلال ما حریف اینا هستیم، نابودشون میکنیم. اما نباید قدرت آقای پزشکیان باید بشه تاج زده، باید بشه زیبا کلام، فقط بره بشینه غور بزنه. غلط میکنن که اینا بخوان در بدنه نظام جایگاهی داشته باشن، پاکسازی باید بشن، اینا باید پاکسازی بشن. هر کسی که با افکار اصلاح طلبانه، با افکار غرب گرایانه، با افکار قوم گرایانه، تمام این افکارهای مسموم، به قول معروف خونهای آلوده، باید حجامت بشه، همه اینا باید برن بیرون. یکیشون آقای پزشکیانه. قربتون برم، شب و روزگار خوش، خیلی ممنون که برنامه ما رو نگاه میکنید، در سطح گسترده پخش میکنید، اینجوری رو اعصاب دشمنان وجودی ایران هم راه میرید. پاینده ایران بدرود.